محمد شیا از سودانی نخست وزیر عراق به استانداره های عراق دستور داد تا تلاش های لازم را برای دستیابی به آمادگی لازم به منظور اجرای هرچه مطلوب تر زیارت اربعین انجام دهند به گزارش همکارم در این رابطه توجه فرمایید محمد شیا از سودانی نخست وزیر عراق با هدف اطمینان از سازماندهی و مدیریت مؤثر مراسم بزرگداشت زیارت اربعین که شاهد حضور سیلاسای میلیون ها نفر از محبان اهل بیت علیهم السلام از سراسر دنیاست دستوراتی را به استانداری های عراق در خصوص آمادگی لازم جهت برگزاری هرچه چه مطلوب تر زیارت اربعین صادر کرد از سودانی بر اهمیت نقش استانداری در این مناسبت مهم تاکید کرد و به آنها دستور داد تا تلاش های لازم به منظور دستیابی به آمادگی های لازم برای اطمینان از اجرای هرچه مطلوب تر و موفق این زیارت بزرگ را انجام دهند. وی بر لزوم اجرای کامل وظایف و مهم محوله به استانداری ها از جمله تسهیل در ورود و خروج زائران، تأمین امنیت و تضمین سلامتی آنان در گذرگاه های مرزی تاکید کرد. نخست وزیر عراق خاطر نشان کرد که کمیته دائمی زیارت میلیونی اربعین از پایان مراسم زیارت سال گذشته تا کنون به برگزاری جلسات خود ادامه می دهد و اولویت های خود را برای سال جاری به منظور کسب اطمینان از بهبود خدمات و تأمین هر آنچه که برای زائران لازم است تعیین کرده است. از سودانی اعلام کرد که این کمیته هفته آینده همایش ویژه ای را برای بررسی جزئیات نهای مقدمات برگزاری این مراسم و اقداماتی که در ادامه آن لازم است که انجام شود برگزار خواهد کرد. در همین راستا از از تلاش های استانداری کربلا و سایر دستگاه ها و نهادهای پشتیبان و همراه در زیارت میلیونی محرم الحرام قدردانی کرد و از هماهنگی های مؤثر و اقدامات انجام شده برای تضمین موفقیت این مراسم بزرگ قدردانی کرد وی در ادامه افزود بدون تردید تجارب گذشته به بهبود و توسعه برنامه های آینده برای ارائه بهترین خدمات به زائران کمک خواهد کرد لازم به ذکر است که زیارت اربعین یکی از بزرگترین اجتماعات مذهبی در جهان است که میلیون ها زائر از نقاط مختلف عراق و کشورهای همسایه و سراسر دنیا برای گرامی داشت سال روز امام حسین علیه السلام آزم شهر مقدسه کربلا می شوند. برگزاری هرچه مطلوب تر این مناسبت نیازمند تلاش های مؤثر همه دستگاه ها، سازمان ها و نهادهای های زیربت برای کسب اطمینان از سازماندهی و ساماندهی به بهترین شکل ممکن نسبت به ارائه هرچه مطلوب تر خدمات از جمله امنیتی و بهداشتی حمل و نقل اسکان و سایر خدمات لوجستیکی است